سلام احساس کردم من به عنوان کسی که در مورد سینما حرف میزنم موظفم ویدئویی در مورد فیلمساز بزرگمون آقای داریوش مهرجویی و همینطور خانم وحید محمدی فر بسازم یه مختصری در مورد جهان سینماییشون ایشون صحبت کنم و اطلاعاتی بدم برای کسانی که احتمالاً کمتر ایشون رو میشناسن و یه ادای دین و ادای احترام خیلی, خیلی 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 کوچیک در حد بزاعت هم نسبت به ایشون داشته باشن برای هم نسلای من احتمالا آقای مهرجویی بیشتر با فیلم هایی مثل مهمان مامان و سنتوری شناخته شده است اما اجازه بدین که برگردیم به سالها قبل سال 1348 آقای مرجوی با فیلم گاو در امتداد مسیر نسبتاً نوپای موج نوی سینمای ایران که داشت فضای جدیدی از سینما رو تجربه می کرد و به واسطه این فیلم باعث شد که سینمای ایران مورد توجه اهالی سینمای جهان قرار بگیره فیلمی متفاوت، ساختار شکن، جسورانه که انگار خیلی نگران گیشه نبود و میخواست حرف نوعی بزنه داستان مش بود و عشقش به گاوش در اتمسفر روستایی ایران که شهرت جهانی پیدا کرد و مورد تحسین منتقدان برجسته سینمای اروپا و امریکا قرار گرفت اگر الان سینمای ما بعضی از فیلم بعضی از فیلمسازانمون شانس این رو دارن که در سینمای جهان دیده بشه آثارشون و جدی گرفته بشن از مسیری اومده که یکی از افراد بسیار مؤثرش آقای مهرجویی بوده تأثیر بسیار مهمی داشتن در جدی گرفته شدن سینمای ایران در دنیا و حتی این فیلم تأثیر خودش رو بعد از انقلاب هم داشت از فرهادی میگه اگه فیلم گاو نبود ممکن بود که بعد از انقلاب ما اصلا سینمایی نداشته باشیم فلسفه خونده بود و همین دید فلسفی رو با خودشون وارد جهان سینماییشون کرده بودن نظر مهمه که بدونید اگه سازمان انتقال خون در ایران وجود داره بعد از اکران فیلم دایره مینا ساخته گه داریوش مهجویی تأسیس شده فیلم سال 1153 ساخته بودن سه سال توقیف بود و بعد از اینکه به اکران رسید باعث شد این تفکر ایجاد بشه که ما نیاز به یک سازمان بهداشتی بر مبنای علم پزشکی داریم برای انتقال خون فیلمی رالیستی که نشون میداد چگونه با چه وضعیت افتضاحی اهدا کنندگان خون به واسطه گرفتن یک دستمزدی در شرایط غیر بهداشتی خونشون رو میفروشن به دلالها و دلالها با چند برابر قیمت اونها رو به بیمارستان میفروشن یک فیلم ساز با ساختن یک فیلم باعث میشه سازمانی تأسیس بشه که تا سالهای سال جون کلی آدم نجات پیدا بکنه به نظر من اگر یک فیلم ساز در کارنامه هنری خودش به یه همچین چیزی بتونه دست پیدا بکنه کار خودشو کرده و اگه بعد از اون دیگه فیلمی هم نسازه همون یه دونه واقعا بسه ولی داریوش مهجویی بعد از دایره مینا حدود 20 تا فیلم دیگه ساخت که بعضی هاش از بهترین های تاریخ سینمای ایران هستند. به واقع از زمان خودش جلوتر بود فیلمهاش و شخصیت هایی که خلق میکرد کرد نمونش فیلم هامون و شخصیت حمید هامون یکی از بیادماندرین ترین شخصیت های سینمای ایران اصلا خسرو شکیبایی قبل از هامون شناخته شده نبود تاعت کار میکرد داریوش مهجویی بود که استعدادش رو کشف کرد و در حقیقت یک گوهر که باقی خواهد موند رو هدیه داد به سینمای ایران وقتی میگم از زمان خودش جلوتر بود آقای مهرجویی و فیلم های عمیق که در اونها تفکر وجود داشت میساخت فقط کافی دوباره فیلم هامون رو ببینید تا متوجه بشید از اکثر فیلم هایی که در حال حاضر در سینمای ایران دارن ساخته میشن همچنان مدرنتر شادابتر جذابتر و متفاوتتره همچنان فیلمیه که میشه ساعتها در موردش حرف زد واقعا فیلم دست نیافتنیه فیلم هامون با اون سکانس تا یه فوقلادش وقتی میگیم داریش مهجوی از زمان خودش جلوتر بود به این خاطر که سی سال پیش حدودا چهار تا فیلم میسازه پیوسته که درباره حقوق زنانه مبحثی که الان چند ساله توی این کشور خیلی جدی داره در موردش حرف زده میشه حقوق زنان سی سال پیش داریوش مهرجویی در فیلم بانو، پری، سارا، لیلا کاراکترهای زنی خلق میکنه که واقعا شخصیتن شاید بشه گفت جزو اولین نفراتیه که بعد از انقلاب شخصیتهای زنی خلق میکنه که عمل میکنن درام شکل میدن فقط ابزار نیستن حرف میزنن از حقوقشون میگن دقدقه دارن و تصمیم میگیرن برای خودشون برای زندگیشون در مقابل جامعه ای که به وضوح مرد سالاره داریوش مرجوی جزو کارگردانایی که هم قبل از انقلاب فیلمهاش توقیف میشد هم بعد از انقلاب فیلمهاش توقیف میشد چون نگاهش فراتر از الگوهای روتینیه که تعیین میشه برای آدم ها چون میخواد فیلم خودش رو بسازه حرف خودش رو بزنه مثلا فیلم سنتوری که با وجود گرفتن تمام مجوزها تا مرحله کامل تولید بعد از اینکه تولیدش تموم شد چهار سال توقیف موند در مسیر این چهار سال توقیف فیلم قاچاق شد و سیدی هاش روانه بازار شد و به صورت غیرقانونی فروخته شد این بین خانم محمدی فر رو فراموش نکنیم وحید محمدی فر طراح لباس سینما و فیلم نام نویس نویسنده هفت فیلم اخیر آقای مهرجویی بودن که همراه با ایشون فیلم نامه ها رو می نوشتن از بمانی به اینور تال لامینور وقتی در مورد این حرف میزنیم که آقای مهرجویی فیلمساز ساز دق دق مندی بود و اهل فکر بود اهل اندیشه بود و دوست داشت فیلم هایی بسازه که حرفی در اون وجود داشته باشه این مسیر تا آخرین فیلمش هم ادامه پیدا کرد یعنی فیلم لامینور شاید از نظر کیفی فاصله داشت با دوران اوج فیلمسازی ایشون اما همچنان حرف مهمی میخواست بزنه داستان دختر جوانی که انگار به واسطه زورگویی پدرش حق زندگی ازش گرفته شده بود چون پدر اجازه نمیداد به عشقش که موسیقی برسه اجازه نمیداد اونجور که دلش میخواد زندگی بکنه و دختر در تلاش بود تا زندگی خودش رو به دست بیاره اونجوری که میخواد زیست بکنه شما فکر بکنید فیلمسازی در سن حدوداً هشتاد سالگی کماکان میخواد که فیلم های دقدر من بسازه و حرف مهمی توی فیلم هاش بزنه با وجود این که من از نزدیک هیچ وقتشون رو ندیدم شانسشون نداشتم اما توی مصاحبه های اندکی که ازشون دیدم یا تصاویری که ازشون دیدم همیشه این روحیه شوخ طبعی رو همراه خودشون داشتن مثلا یکی از جذابترین لحظات سینمایی ایران منظورم پشت صحنه سینماست اون لحظاتیه که توی جشن دنیای تصویر اگه اشتباه نکنم آقای مهجوی و آقای انتظامی دارن با همدیگه شوخی میکنن و من همیشه برام خیلی خیلی بامزه بود و این برام عجیبه که همین دیروز که دوباره به بهانه رفتن آقای مهجوی این ویدیو وایرال شد و من دیدم توی فضای مجازی به خودم اومدم و دیدم همچنان دارم لبخند میزنم به شوخی هایی که آقای مهجوی میکنه بعد به خودم فکر کردم با وجود این حادثه تلخین فاجعه ای که اتفاق افتاده و بر ما گذشته که نگذشته همچنان هست و خواهد ماند و با وجود اینکه عملا وقتی خبر اون اتفاق رو دیدم چیزی در من انگار منفجر شد اما همچنان دارم به شوخی های آقای مهرجوی میخندم در این حال که اون فاجعه رو دارم با خودم حمل میکنم تجربه عجیبی بود برام آقای مهرجوی فیلمساز بزرگی بود تاثیرش تا همیشه روی سینمای ایران باقی خواهد ماند واقعا واقعا تلخترین شب سینمای ایران بود چند شب پیش و هرگز 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 فراموش نخواهد شد میدونم که ناقص این ویدیو و ساعت ها میشه در مورد آقای مهجوی هر ساعت در حد بزاعت خودم و سواد خودم سعی کردم مختصری از ایشون بگم برای کسانی که احتمالاً کمتر میشناسنشون من این رو تقدیم میکنم به روح فیلمساز بزرگمون داریوش مهرجویی و سرکار خانم وحید محمدی فر روحشون شد